یونیسف میگوید در یونان 20 هزار کودک پناهجو وجود دارند که برخی در شهرها زندگی می‌کنند و برخی دیگر در مراکز اسکان پناهجویان. کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند از اکتبر گذشته به تدریج وارد مدارس رسمی یونان شدند، ولی پیش از آن تنها به کلاس‌های آموزش غیر رسمی در اردوگاه‌های پناهجویان دسترسی داشتند. ۲۵۰۰ کودک پناهجو در 32 اردوگاه پناهجویان زندگی می کنند و روزانه به 93 مدرسه دولتی یونان برده می شوند. این دانش آموزان پس از پایان مدرسه به اردوگاه محل اقامتشان بازگردانده می شوند. این کودکان تقریباً 80% کودکانی هستند که در مراکز اسکان پناهجویان در سرزمین اصلی یونان مأوا دارند. هزینه پروژه حمل و نقل این کودکان را اداره کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا تأمین می‌کند. اجرای این طرح بر عهده سازمان بین‌المللی مهاجرت است که زیر نظر سازمان ملل کار می‌کند. معلمان میگویند برخی از این کودکان در کشور خود هرگز به مدرسه نرفتند. در ابتدا پیمودن مسیر بین اردوگاه پناهجویان و مدرسه برای این دانش آموزان کار ساده‌ای نبود، اما اوضاع به مرور بهتر شده و کودکان به این کار عادت کردند. مدیر مدرسه ابتدایی آولونا میگوید که مشکلات کودکان پناهجو شبیه مشکلات دیگر دانش آموزان خارجی است. وی می‌افزاید که مدارس برنامه‌هایی برای پذیرش دانش آموزان پناهجو دارند. مدرسه ابتدایی آولونا امسال پذیرای 20 دانش آموز پناهجو بود. وزارت آموزش و پرورش یونان می‌گوید که در ماه سپتامبر کودکان پناهجو می‌توانند در کنار دانش آموزان یونانی به مدرسه بروند.